خب با اجازه خانم دکتر من ابتدا یک توضیح کوتاهی داشته باشم ابتدای جلسه. ابتدا تشکر میکنم از همه عزیزان که ما رو دارن همراهی میکنن و سپاسگزاریم تا الان 50 نفر از دوستان اضافه شدم. امیدوارم بقیه دوستان هم زودتر به جمع ما بپیوند. در این جلسه خب در خدمت خانم دکتر ترکمن هستیم از دانشگاه فلوریدا و دانشجوی دکترای حشرشناسی هستن. بسیار خوشحال هستیم که در این جلسه در خدمت ایشون هستیم و باعث زحمت شد، چرا که ما مدتی از ایشون رو اذیت کردیم تا هماهنگی این جلسه اتفاق بیفته و الان کاملا سرتاپا گوش هستیم تا صحبت‌های ایشون پیرامون تجربیاتی که در مسیر اپلای داشتن رو بشنویم و امیدواریم که بتونیم برای برنامه خودمون استفاده کنیم. خانم دکتر من زیاد صحبت رو طولانی نمی کنم، ولی خب اولین سوالم رو میپرسم و صدا رو میکنم. اولین سوالی که حالا ما دوست داریم همیدان بشنویم این هست که شما در واقع تحصیلتون رو دوره کارشناسی ارشد کجا گذروندین و خب چی شد که اصلا به فکر اپلای افتادین و چرا اصلا دانشگاه فلوریدا؟ ما در خدمتتون هستیم و بفهم. خواهش میکنم، مرسی. فقط به من بگین صدام خوبه یا نه. مرسی، مرسی که دعوت کردین، این فرصت رو به وجود آوردین که تجربیاتم رو من در اختیار بذارم. قبل این که اصلا شروع کنم باید بگم این تجربه کاملا شخصیه، نمیخوام تعمش بدم به همه، ولی خب گفتم که این جلسه رو بذارم که داستانوار بگم که چی شده شد و امیدوارم به درد بچه ها بخوره که تو این مسیر هستن. من تحصیل تو دانشگاه تهران کارشناسی رو شروع کردم سال 90 و رشتم هم گیاه پزشکی بود. گیاه پزشکم در واقع جنرال و کلی از همه رشته ها رو توی خودش داره و 92 سال 94 فارغ التحصیل شدم. بعد به خاطر اینکه معدلم بالا بود همزمان استاد درخشان شدم، یعنی بدون کنکور دادن مستقیم اومدم وارد ارشد شدم. برای ارشدم حشرشناسی رو انتخاب کردم، یه خورده علاقه بهش داشتم و ادامه مسیر رو با اون رشته رفتم. فکر میکنم بچه میکروفونتون بازه، یکی دو نفر و سال 97 هم فارغ التحصیل ارشد شد. ارشد من تقریبا 3 سال طول کشید. یک گپی داشتم تا دکترامو شروع کنم. من 4-5 سالی میتونم بگم من گپ داشتم تا اینکه بخوام تصمیم بگیرم و اون دکترا رو بخوام شروع کنم. و اون فاصله و گپی هم که افتاد، خب اومدم با کار دیگه پر کردم. یعنی زبان خوندم، یه خورده ریسرچم رو قوی تر کردم، اومدم مقالم رو شروع کردم نوشتن و سابمیت کردم و من حتی کنکور دانشگاه تهران مجدد دادم که بیام دکترا بخونم و سر دوراهی که آیا من بمونم دانشگاه تهران ادامه بدم و یا اینکه برم گیر کرده بودم و تصمیمم رو گرفتم. با اینکه رتبه‌ام 5 شد واسه کنکور دکترا، حتی مصاحبهم رفتم و استادا خب خیلی تمایل داشتن، گفتن که خب ما به پذیرش دادیم، بیا همینجا بخون. ولی خب یه وقتای آدم باید یه چیزای فدا کنه که بخواد به یه هدفای دیگه برسه و اونجا بود که گفتم که اوکی، من 2 تا مقطع رو گذروندم دانشگاه تهران، الان دیگه فکر میکنم که اینجا برام کافیه و خب یه خورم شرایط بالاخره تحقیقات و اینا انقدر سخت شده بود که یعنی ما باید جیب خودمون پول میذاشتیم میخوام یه پروژه رو انجام بدیم. گفتم که خب بهتره که شروع کنم برای اپلای کردن و حدودا بعد از فارغ التحصیلی 1 سال بعدش به این فکر افتادم که خب من باید جای دیگه درس بخونم و این شد که شروع کردم مسیر اپلای رو اومدن. حالا من یه ارائه یا پاور پی دی افی آماده کردم اینجا، گفتم که باهاتون شیر کنم و سرتیتر رو بگم و طبق اون با هم بریم جلو. Thank you.
الان دارین تصویر رو؟ مرسی. خب حالا یه سرفصل بدم از اینکه خب تو این جلسه ما چیا میخوایم بگیم. اولش اینه که خب چجوری دانشگاه پیدا کنیم، چرا این دانشگاه، پوزیشن ها رو چجوری پیدا کنیم، استادا رو چجوری پیدا کنیم. اول یه خورده راجع به اون صحبت میکنیم، بعد من میخوام مختصر راجع به سیویم توضیح بدم که چیا رو گذاشته بودم. میدونم بچه ها جلسه دارن که تخصصی راجع به سیوی صحبت کنن، ولی خب یه مختصر فقط میخوام اشاره کنم که بگم که سرفصل سیوی من چی بودش. اینکه چجوری ایمیل بزنیم به اساتید، به استادا، دانشگاه مختلف، چجوری ارتباط بگیریم، مکاتبه کنیم. یه بحث مصاحبه است که یه خورده برامون همیشه ترسناکه که میخوایم با استادا صحبت کنیم، خارجه اون میخوام صحبت کنم. و قسمت آخر یه خورده تخصصی تر میشه، چون دیگه برای بچه‌هایی که میخوان آمریکا اقدام کنن یه خورده راجع به پروسه ویزا گرفتن آمریکا میخوام صحبت کنم. حالا اگه بعدش سوالی داشتیم که در خدمتم و سوالاتون جواب بدیم. خب اولیش اینه که من اصلا چرا رفتم سراغ این دانشگاه ها، چرا اصلا آمریکا و اینا رو میخوام توضیح بدم. من خودم رو واقعیت محدود نکردم به کشور خاصی، یعنی من دست خودم باز گذاشتم، گفتم هر جا بشه ولی دانشگاه خوب. یعنی گفتم من سال اولم رو میذارم سر این که بیام دانشگاه رنگ بالا انتخاب کنم و برام مهم نیست این اروپا باشه، استرالیا باشه یا آمریکا باشه. خودم محدود به این نکردم، خب دستم بازتر بود برای انتخاب. یه سایتی که خیلی خوبه برای رنکینگ دانشگاه یک QS University، Top University ها رو اینجا میاد میگه، یا QS رنکینگ رو اگه سرچ کنید، QS رنکینگ 2023 میاد این سایت رو براتون میاره. من کاری که میکردم میرفتم توی قسمت رنکینگ، رنکینگ بای سابجکت رو انتخاب میکردم. رنکینگ بای سابجکت یعنی میاد روی رشته شما تمرکز میکنم و میگه که تو رشته شما چه دانشگاه های خوبه. و اینجا خب یه خورده کلی‌تر من روی کشاورزی اومدم تمرکزم رو گذاشتم و از طریق این اومدم یه سری لیست دانشگاه ها رو درآوردم، گفتم خب این دانشگاه هایی که من میخوام و دوست دارم توش تحصیل کنم. و یه کار دیگه این که میتونید از طریق گوگل اسکالر بیان کیورد سرچ کنید، کیورد سرچ کنید که اگه کارتون رو کلایمت چنج یا هر چیزی هست میتونید توی سرچ پروفایل، سرچ بای پروفایل میتونید کیوردتون رو سرچ کنید و استادایی که حالا تخصصی رو اون رشته دارن کار میکنن و رو اون زمینه دارن کار میکنن و بهتون یه لیست میده. خب این تقریبا یه دو تا سورس شد برای پیدا کردن دانشگاه و استاد. و سورس آخر توییتره که استادای اینجا خیلی رو توییتر تمرکز میکنن و بیشتر میان پوزیشنایی که دارن توییت میکنن. استاد خود من خیلی توییتر بازه و میاد هرچی میشه توییت میکنه. برای همین با هشتگ پیشی پوزیشن من همیشه میرفتم توییتر رو سرچ میکردم، پوزیشن ها رو در میوردم و توی لیستم اضافه میکردم. یه چیزی که خیلی به من کمک کرد توی این فرایند این بود که من اومدم یه اکسلی برای خودم درست کردم که همه این اطلاعات ها رو دستبندی میکردم توی اون اکسل. حالا من اینجا شکلش رو بردم ببینید چی راجبش دارم صحبت میکنم. یه لیست دانشگاه هم بود و اومدم اونو تفکیک کردم با بر اساس کشور، یعنی شیتامو بر اساس کشور شدم، یو اس، کانادا، استرالیا، اروپا، اینا تفکیک کرده بودم. و توی هر شیتم می اومدم اسم دانشگاه ها رو می نوشتم و استادایی که پیدا میکردم تو اون دانشگاه ها میرفتم توی وبسایت دانشگاه ها تو قسمت فکلتی یا قسمت پیپل توی دپارتمانی که مربوط به رشته خودمه میبینم شروع میکردم استادا رو پیدا کردم. اینجا لیست میکردم، وب پیجاشون رو میذاشتم، ایمیلاشون رو میذاشتم و فیلد کارشون رو میذاشتم. و حتی این قسمت بنفشه میذاشتم خب چه ساعتی مثلا بهتره که اینجاها من میتونم شروع کنم مکاتبه کردن، یعنی صبحشون کی میشه، مثلا هفته به وقت ما یا چهار، اینا رو میذاشتم بر خودم که قبل اینکه اصلا شروع کنم بخوام ایمیل بزنم یه لیستی داشته باشم، که این خیلی کمکم کنه که مسیرم هموارتر بشه. و اینجا هم یه کالری بر خودم تعریف کردم، میگفتم خب اونایی که من ایمیل زدم مثلا زرد میکردم، اونایی که دیگه مثلا بهم جواب نداده بودن و یا بازنشسته شده بودن و اینا رو میومدم توصی میکردم. بعد این خیلی
به هم دیدگاه خوبی داد، خیلی کمکم کرد. و اینکه این بخشم که پوزیشن من نوشتم، میمونم پوزیشن هایی که اعلام میشد توی توییتر، لینکدین یا بچه ها دوستان میفرستادن، اینجا با ددلاین هاشون من وارد میکردم که اینا رو داشته باشم. و این برای مسیر پیدا کردن دانشگاه استاد بود. و یه حالا پرانتزی باز کنم اینجا بهتون بگم که من چون کار بین رشته انجام داده بودم، چون من بخش حشر شناسی داشتم یا توی کار پروژه ارشدم، یه بخش پلنت پاتولوژی یا بیمار شناسی داشتم، حتی یه بخش مولکولی هم اضافه کرده بودم، خیلی خیلی دستم باز گذاشته بود توی انتخاب استاد. یعنی من همزمان میمادم به استاده حشر شناسی ایمیل میزدم، بعد میومدم به استادایی که بیمارشناسی هم دارن کار میکنم ایمیل میزدم و جفتشون مثلا یه سر جواب دریافت میکردم. خیلی بهتون پیشنهاد میکنم اگه میتونید کار بین رشته ای انجام بدید، چون که مهارتاتون رو بیشتر میکنه، مهارت مختلف رو یاد میگیرین، شانس پیدا کردن و پوزیشن هم براتون میبره بالا. بریم سرفصل بعدی که راجع به CV یا رزومه است. توی CV فهم خواهم تیتبار بهتون میگم که من دقیقا چیا رو گذاشته بودم. یه بخش کانتکت اینفوه که میشه همون ایمیلتون، میشه شماره تلفنتون، آدرستون. و کاری که من کرده بودم، اومده بودم یه پیج لینکدین ساخته بودم و دقیقا پروژه‌ای که انجام داده بودم با عکس و اینا همه رو گذاشته بودم اونجا، مثل یه حالت CV آنلاین برام شده بود. بعضی بچه‌ها می‌دونم که آنلاین درست می‌کنن، وبسایت درست می‌کنن، خیلی خوبه، ولی خب من فقط لینکدین رو داشتم توی CV خودم. توی بخش دومم ایژوکیشنال بک‌گراند رو آورده بودم که حالا میگه که اصلا کارشناسی چی خوندی، کجا درس خوندی و اینکه رشته چی بوده، ارشدت هم همینطور میاری. و من حالا پروژه هام هم اونجا دیگه جا داده بودم، پروژه ارشدم چی بود، پروژه کارشناسی چی. بخش مهم ریسرچ اینترسته که بیای بگی که من به چی علاقه دارم. و حدودا من 4-5 تا میدونم که لیست میکردم برای هر استادی. و مهم اینه که شما اگه برای هر استادی میفرستین، این ریسرچ اینترستاتون رو باید خب تغییر بدین. همه استادا فیلد کارشون یکسان نیست و من اینو هر سری آپدیت میکردم برای هر استادی که میفرستادم. یه بحث پابلیکیشنه، من واقعیت مقاله چاپ شده اون موقع نداشتم وقتی که اپلای کردم و فقط سابمیت کرده بودم، آندر ریویو بود، ولی به شدت رکام میکنم که بیاین حتی اگه آندر ریویوه، حتی اگه سابمیت کردی، حتی اگه آندر پریپریشنه، این دارید آماده میکنین و این مخشو بذارین، چون برای استادا مهمه که بدونن شما حداقل بفهمن که رایتینگ اسکیلتون خوبه، میتونید بنویسید. چون یه سری استاد از من خواسته بودن که میگفتن که ما میخوام ببینیم که تو رایتینگ اسکیل چی جوریه. من میومدم اون مقاله‌ای که آماده کردم و سابمیت کردم برشون میفرستادم، میگفتم من مقاله دارم ولی خب هنوز پابلش نشده. این اضافه کنین، من حتی کنفرانسایی که رفتم شرکت کردم، اگه ارائه پوستر داشتم، اگه اورال پرزنتیشن داشتم، اینا رو همه رو وارد میکردم با سالش، کجا برگزار شده، حتی اگه آنلاین بود. یه بخش مهم آنر ان اوارده که میتونه مثلا اگه برنده یه اواردی شدین، میتونه پوسترتون برنده شده باشه، میتونه حالا رتبه‌ای که تو دانشگاه توی کنکور آوردین یا حتی توی کلاس آوردین باشه. که من مثلا حالا توی این بخش بهترین پوستر داشتم، اون اضافه کردم، استعداد درخشان داشتن اضافه کردم و حتی رتبه مثلا کنکور دکترام هم گذاشته بودم که اینا رو میتونید هر کدومو بذارید، بسته به هر فرد فرق داره. لنگویج اسکیل هم که نمره زبانتون میشه، اگه هم حتی آزمون ندادین، من پیشنهاد میکنم که یه نمره ای رو پیشنهادی بذارید و حتی بگید که من تو فلان تاریخ میخوام امتحان بدم و بگید که من مثلا حدودا زبانم در این سطحه. اینو خالی نذارین، چون که میخوان بدونن دقیقا زبان شما تو چه سطحی قرار داره. ورکشاپ هایی که شرکت کردین، حتی آنلاین بوده، این پرسن بوده، حضوری بوده، همه رو من لیست کرده بودم. میدونه خیلی ساده باشه، مثلا ورکشاپ نوشتن مقاله و یا هر ورکشاپی که مثلا رفتین رو میتونین توی این قسمت اضافه کنین. یه بخش لب اکسپریانسه که میشه اون مهارت هایی که یاد گرفتین تو طول پروژه،
اونجا میتونید اضافه کنید. یه بخش تیچینگ اکسپریانس، اگه تی ای بودین، خب من تی ای نبودم چون این فرصت رو نداشتیم دانشگاه تهرانمون ارشد بخوام تی ای باشیم، ولی اگه تی ای بودین میتونید اضافه کنید. ولی من زبان درس داده بودم به یه سری بچه ها و اونو به اون تیچینگ اکسپریانس آورده بودم، خب بالاخره تدریس بود. اگه یه همچین تجربه هایی داری میتونین رو به اون تیچینگ اکسپریانس اینجا اضافه کنید. ورک اکسپریانس هم که همون اگه کارآموزی رفتین میتونین اونو به اینترنشیپ اضافه کنین. حتی پروژه هایی که انجام میدین تحت عنوان ریسرچ اسیستنت میتونید اینجا اضافه کنید. مثلا من پروژه ارشدم ریسرچ اسیستنت اضافه کردم اینجا. و یا اگه پروژه اضافه تر انجام دادین خیلی خوبه که اضافه کنید اینجا. لیدرشیپ هم که اگه لیدرشپ مثلا من عضو کمیته اجرایی یه کنفرانسی بودم، کمیته علمی کنفرانسی بودم، تحت عنوان لیدرشپ آوردم. یعنی خود مهارت ها رو به مهارت های شخصیتون نشون میده که خب مثلا این مهارت اجرایی داره، مهارت ارگانیزیشن داره، مثلا میتونه سازمان دهی کنه. و ممبرشپ هم که عضو انجمن اگه بودین میتونید این قسمت اضافه کنید. یه سری بخش ها هستش که خیلی علیقه‌ایه. من خودم به عنوان هابی یا سرگرمی این بخش مثلا اضافه کرده بودم. اگه سرگرمی خاصی دارین میتونین اونجا اضافه کنید. و رفرنس هاتون که حداقل 3 تا از استادا رو که میدونید ریکامای خوبی بهتون میدن، میدونید وقت میذارن برای هر اپلیکیشنی که دارین پر میکنین ریکامندیشن میدن، حتما 3 تا رو حداقل اضافه کنید. بیشتر شد مشکل نداره، ولی کمتر از 3 تا نباشه. یه بخشم حالا تو پرانتز بگم که من اضافه کرده بودم سلکتد کورس بود. توی درسایی که من نمره های خیلی خوبی گرفته بودم و درسای مهمی بود و به کار و فیلد استاد میخورد، من میومدم اونا رو به اون سلکتد کورس میبودم، مثلا میگم من این نمره رو تو این درس گرفتم. اون بخشم من توی سیویم داشتم. ولی باز سیوی خیلی ممکنه برای هر فرد متفاوت باشه و بخواد تغییر کنه این سرتیترایی که من گفتم براتون. بعد یه بخش اینترویو. خب حالا من سال 2020 شروع کردم به استادا ایمیل زدم. ایمیل زدم و یه پروگرام بخش ایمیل زدن من جا انداخته میشه. شروع کردم ایمیل زدم، ولی من نه نمره زبان داشتم نه اینکه اصلا شروع کرده بودم مقاله نوشتم و سیوی من خیلی خیلی خالی بود اون موقع. حدودا من توی این اسلایدم یه بخش اضافه کرده بودم که ایمیلای 2020 هم آورده بودم اینجا که به کیا ایمیل زدم. خیلی نبود تعدادش، شاید حدودا 50 تا اینطورا بود. ولی من از یه استاد دیگه ایمیل دریافت کردم که دیگه شروع کردم استاپ کردن این پروسه رو تو سال 2020. استاد نوشته بود که تو هیچی نداری، نه نمره زبان داری، نه مقاله داری، اصلا توی مایه هایی که اصلا هیچی جسارت کردی اومدی به من ایمیل زدی. بخو خیلی به هم برخورد و مثلا ناراحت شدم، مثلا چرا این به من اینجوری گفته. و بعد یه ذره که ناراحتیم خوابید گفتم که اوکی، خب راست میگه، من عمر زبان ندارم، هیچ کار نکردم. بعد حالا شروع کردم به استاد ایمیل زدم. اومدم شروع کردم واسه زبان خوندن، یعنی اون یه تریگری شد برای من که شروع کن کار بیشتری کن، سی وی تو قوی تر کن. و یک سال تقریبا زندگیمو کلا تعطیل کردم، نشستم زبان خوندم که بخوام آیلتس کنم، چون همیشه میخوندم ولی میترسیدم از این که بخوام برم امتحان بدم چون برام ترسناک. و من 2021 نمره آیلتس همون گرفتم و اومدم مقالم رو سابمیت کردم و روی مقاله دیگه که با یک بچه ها داشتیم اومدم داشتم کار میکردم. سال 2021 بعد این که من نمره زبانم گرفتم شروع کردم مجدد این پروسه رو از سر گرفتم. یعنی اومدم دوباره لیست دانشگاهامو آپدیت کردم، استادا رو اضافه کردم و اومدم مجدد بخوام به استادا ایمیل بزنم. و اون موقع دیدم که خب نه، نسبت به قبل داره جوابای بهتر میگیره. و اینکه توی روند ایمیل زدن و مکاتبه با استاد خیلی مهمه که پیگیری کنید. یعنی شاید بگم من این پوزیشن رو پیدا کردم از طریق پیگیری کردن دائم با اون استاد بیشتر تاثیر داشت، چون
میدونین که استادا مثلا ممکنه بهتون جا جواب بدن همون لحظه بگن که خب نه من مثلا فاند ندارم، پوزیشن بازی ندارم، ولی من یه ماه دیگه به اون استاد دوباره ایمیل میزدم گفتن که خب الان من یه آپدیت میخواستم ازتون بگیرم، مثلا اینو فاندتون چی شده، پوزیشن بازی داشتین یا نه. و استاد خودم به من گفتش که من هیچ فاندی ندارم، هیچ تصمیمی هم بهت نمیدم، ولی خب من پیگیری کردم. یعنی پیگیری واقعا نتیجه میده تو این قضیه. ببخشید. و توی بخش ایمیل زدن، اگه میخوایم به استادا ایمیل بزنین، یه چیزی که بهتون بگم، استادا تعداد زیادی ایمیل در روز دریافت میکنن، تعداد دانشجوها زیاده، باید نظر استادتون ایمیل جلب کنه. من اینجا با یه چند تا از استاداشم صحبت میکردم، بعد میخندیدم، میگفتن این تمپلیت رو نگاه کن، همه اینا دارن با این تمپلیت به من ایمیل میزنن. و میگفتش که من خسته شدم، اینو دیگه باز نمی کنم. وقتی که من اینو میبینم که تایتلش اینه، جنم پروسپکتیو پی اچ دی فلان، میگم من اینو دیگه میدونم که تمپلیت بقیه‌اش یه جور دیگه است. و این مهمه که بیاین مطابق با کار استاد بهش ایمیل بزن. من حالا کاری که میکردم توی ایمیل هم میرفتم کامل پروفایل استاد رو چک میکردم، میبینم آخرین کارش دقیقا چیه، و مطابق با اون کارش میومدم کار خودم رو نزدیکش میکردم. اگه یه پروژه انجام داده بودم که یه مقدار به اون نزدیک بود، میگفتم آره من این پروژه رو انجام دادم، اینجوری بوده و فلان. و خیلی مهمه که نظر استادتون ایمیل جلب کنه، و هر چی که میتونید خودتون رو به اون استاد نزدیک کنید. مثلا میدونم که با استادی که الان من اینجا داشتم ایمیلی که زده بودم، گفتم من دقیقا رو همون کارش که تو کار کردی کار کردم، این نتیجه رو داده، خیلی برام جالبه که تو این مقاله این نتیجه رو گرفتی و اینا. و این سر صحبتی باز میکنی و میگی که اوکی مثلا من دنبال پی اچ دی هم هستم اگه پوزیشن بازی داری. یا مثلا یادم که یه استاد دیگه میگفتم که من دقیقا یه سال دارم تو توییتر تو رو دنبال میکنم، خیلی کارت برام جذابه، یا تو لینکدین من دارم دنبالت میکنم، یا فلان کنفرانس آنلاین شرکت کردم، من ارائه تو رو دیدم خیلی خوشم اومده از کارت. یه خورده باید خلاقیت داشته باشیم اینجا. و حتی شده بود که من به دانشجوهای استاد ایمیل زدم، مثلا دانشجو پستکش بود، گفتن که به نظر استاد پوزیشن باز داره، من بهش ایمیل زدم جواب نداده. و خب ممکنه اون بره به استاد بگه دیگه، مثلا دفعه بعد بیاد استاد بهم جواب بده وقتی ایمیل زدم. و میگم خیلی مهمه که بیاین پیگیری داشته باشیم براش. و من حدودا فکر میکنم 500 تا ایمیل زدم به استادا، و خیلی وقتا ناامیدم کردم، گفتن که نه پوزیشن نداریم مثلا، ولی خب میگم پیگیری جواب میده. خب یه بخشی که حالا میخوام بحث رو عوض کنم برم توی بحث اینترویو، یه خورده ممکنه براتون سوال باشه، چون بچه ها میدونم یه بخش زبانشون ممکنه استرس براشون ایجاد کنه که میخوان صحبت کنن یه یه زبان دیگر با استاد. و توی این کاری که من کردم و خیلی کمکم کرد، دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارم، این بودش که من قبل از اینکه اصلا مصاحبه داشته باشم، می اومدم یه پاورپوینتی آماده می کردم که تمام کارا و چیزایی که میخوام بگم همه رو می ریختم تو اون پاورپوینت. حالا اون یه دونه تایملاین بود، مثلا من از فلان سال اومدم دانشگاه، این پروژه رو تو کارشناسی داشتم، بعد اومدم قبول شدم ارشد با رتبه فلان، مثلا اینجور. پروژه ارشدم این بوده، پروژه مثلا جانبی اینو کار کردم، الان دارم مثلا میرم سر کار این کار دارم میکنم. و اینو به عنوان یه داستان توی اون ارائه من میآوردم. این خیلی به من کمک میکرد، برای اینکه من پیش زمینه داشتم تمرین کرده بودم رو اون پاورپوینت و آماده بودم، شده بود مثلا 10 بار اون پاورپوینت رو تمرین کردم جدا آینه با خودم صحبت کردم، احاطه داشتم روش، یه خورد استرسم رو کم میکرد. و وقتی هم میرفتم توی جلسه مصاحبه میگفتم که مثلا سلام علیکم میکردم و اینا، میگفتم من یه پاورپوینت آماده کردم، یه ارائه دارم از کارم، مثلا به مجلسه میدید، و همشون خوشحال میشدن. یعنی یه پوینت مثبتی داشت که استاد میگفتش که واو مثلا رفته وقت گذاشته برای این جلسه، خیلی براش مهم بوده. و از این برم میگم یه نکته خوبی و یه تاثیر خوبی روی استاد داشت.
بعد حالا اون پرسر که توضیح میدادم تعداد سوالایی که استاد ازم میکرد خب کم میکرد، به خاطر اینکه دیگه مثلا یه های سوال نمیپرسید که خب حالا بگو ببینم چی کار کردی، اینا رو من همه رو برش توضیح دادم. چون توی روند مصاحبه معمولا سوالا دو دست است، یه سری سوالای عمومی میپرسن مثلا بگو چی کار کردی، مثلا بکگراند چیه، یه سری سوالای تخصصی میپرسن، مثلا میگن که آقا با فلان قارچ کار کردی چجوری بوده و اینا، یه خورده بدونن که واقعا تو این کار کردی یا نه. اون بخش سوال عمومی رو بر من کامل کاور میکرد و میومد استادا یه خورده راجع به ممکن اون پروژه خودشون صحبت کنن، ممکن اون بپرسن که خب حالا مثلا اگه این مولکولا استادی داشتیم وقت مولکولی انجام دادی مثلا با چه روشی انجام دادی، کدوم متد رو رفتی، همچین سوالایی میکرد. ولی خیلی ترسناک نبود، یعنی میدونم که اگه آماده باشین و برین مثل من مثلا اگه به پاوری آماده بکنی خیلی خیلی کمکتون میکنه. و آره توی یه پرانتزم من اینو بهتون بگم که من حدوداً وقتی که ایمیل زدم برای روند اپلایم اومدم گفتم که خب حتی اگه به من یه سن نسبی هم داده بود استاد، مثلا گفتم من فان ندارم ولی میتونی اپلای کنی، من برای اون پوزیشن ها اپلای کردم و میگم استادی به من 100% نگفت که آره من حتما تو رو میخوام بیا فلان فان دارم، اصلا برای من اینجوری نبود و یه سن نسبی هم داده بودن، من اپلای کردم و خودم فکر میکنم برای دانشگاه اروپا که هلند خیلی دوست داشتم برم چند تا پوزیشن اپلای کردم، برای آمریکا هم فکر میکنم یه 6-7 تایی بودش که من اپلای کردم، استرالیا و نیوزلند هم بود، یعنی تعداد اون اپلای هم شاید حدودا بشه یه 12-13 تایی اینطور بشه. و اینکه جالب این بود که من از این پوزیشنی که الان دارم با استاد مصاحبه نداشتم و استادم به هم گفتش که بعد اینکه به هم آفر داد گفت من با تو مصاحبه نداشتم، من فقط سیوی تو دیدم، بیا با هم مصاحبه داشته باش. و میگم ممکنه مثلا حتی مصاحبه هم نرید، ولی خب میگم استاد با استاد خیلی فرق داره. من مثلا استاد بود مصاحبه رفتم، بعدش نظرش جلب شد مصاحبه رفتم که اصلا خوششون نیومد و گفتن که نمیخوان. خیلی بالا پایین زیاد داره تو این پروسه، یعنی ناامید فقط نشید، یعنی ممکنه بود مثلا من هیچ اپلای کرده بودم مثلا اون اولی مثلا نامه‌ای که مثلا جواب میومد میگفتش که we are sorry تو مثلا بهتون بگیم، اون اولش خیلی واسه آدم شوکه، ولی خب کنار اون جوابای خوبی هم گرفتم از دانشگاه های کلرادو استیت پذیرش گرفتم که فان داشت، روتگرز بود که اونم دوباره تو آمریکا بود، اون سلف فان بود که اصلا گذن گذاشتمش کنار و در نهایت شد بین دو تا آفر، یعنی آفری که توی نیوزلند داشتم دانشگاه آکلند، یه آفر توی فلوریدا داشتم که منو خیلی جفتشون برام جذاب بودم و خیلی مردد بودم قبل اینکه من بیام اینجا، یه چالش خیلی بدی با خودم داشتم که خب من الان کدوم برم، به خاطر اینکه جفتشون چیزای خوب و بد زیاد داشتم. نیوزلند ریسرچی بود که من عاشقش بودم، پروژه‌ای بود که خودم نوشته بودم پروپوزالش رو، همیشه دوست داشتم انجام بدم، طبیعت نیوزلند رو خیلی دوست داشتم و یکی از دوستام اونجا بود و میدونستم که همیشه عکس میذاش، خیلی عاشق این بودم که برم اونجا رو ببینم و میدونستم که ویزای نیوزلند برام خیلی راحت تر. در کنار اون آمریکا رو داشتم و چرا اصلا یه خور نظام جمع شد به این دانشگاه، اینکه دانشگاه UF برای من توی انتومولوژی و حشره شناسی رنگ یک دنیاست، گفتم خب دیگه این بالاتر وجود نداره، این دیگه آخرشه. اون یه خورده برام جذاب بود، پروژمو واقعیت بگم پروژمو اصلا دوست نداشتم ولی استاد خیلی خوبی داشتم. ولی الان که اینجا هم میخوام بهتون بگم از نظر شخصی من، حالا شاید بچه های دیگه نظر دیگه داشته باشن، انقدری که استاد مهمه شاید اصلا اون پروگرام مهم نباشه، یعنی اینجا توی یه کشور دیگه به عنوان دانشجو اینترنشنال دارید اینجا زندگی میکنید، خیلی مهمه که استاد باهاتون چه برخورده داشته باشه، چقدر درکتون بکنه، چقدر ساپورتیو باشه، چقدر حمایت کنه ایده هاتون رو. و من خیلی خوششانس بودم که این استاد، همیشه بچه ها دانشجو میگن که بهترین استاد اینجاست، اوکی شده برام.
پس من رفتم سراغ این که همه اون پروگرام و ریسرچ و اینا چیزا که دوست داشتم نادیده گرفتم و اومدم گفتم که اوکی الان دیگه من انتخابم کردم، میخوام برم دانشگاه یو اس، دانشگاهی که بهترین دانشگاه برای رشته من و استادی که میدونم استادی هستش که منو میسازه و تو این دوره دکترا. توی مبحث بعدی میخوام یه خورده عوض کنم مبحث و یه خورده تخصصی تر میشه برای بچه هایی که میخوام برن کلن آمریکا. فرضی ویزا آمریکا دقیقا این شکلیه که من اینجا گذاشتم و شاید برای من اینجوری بودش که ویزا گرفتن سخت‌تر از اون آفر گرفتن استاد بود و دقیقا روی پرتگاهی قرار داشتم که اگه من ویزا نمیگرفتم با کله خورده بودم زمین. و اگه آمریکا رو واقعا انتخاب میکنی باید ریسک ویزاش هم قبول کنی، چون چالش های خیلی زیاده داره. خیلی خیلی من سختیم وقتی شروع شد که خواستم تازه ویزا بگیرم. قبلش آره استرس داشتم آفر بگیرم کجا برم و اینا. بعد که دیگه تصمیم رو گرفتم تازه دیدم با یه مانع خیلی بزرگتری روبرو شدم تحت عنوان ویزا. خود این ویزا یه بخش اول بعدش اینه که شما باید بدونید که توی کشور شما سفارت وجود نداره. شما برای نیوزلند و کشورهای دیگه خیلی راحت تر میتونید درخواست بدین، مثلا خیلی هاشون آنلاین هم، ولی آمریکا اصلا کلا داستانش فرق داره. شما باید اول شروع کنید سفارت های دیگه که اطرافتون هست، که 3 تا سفارت اصلی وجود داره، ترکیه، دبی و ارمنستان، که اینا برای ایرانی ها بهشون وقت میدم، وقت مصاحبه میدم. و یه سری سفارت های فرعی وجود داره که اینا تو هر سال ممکنه عوض بشه. مثلا یه سری بچه ها میرن تایلند، مالزی، پاکستان میدونم بچه ها رفتن و این سری کشورهای اطراف، اربیل، عراق بود اون زمان که من داشتم میومد. حالا بعد انتخاب کنید که اوکی من حالا میخوام برم یکی از اینا، دبی برم، ترکیه برم، کدوم برم. و چالشتون اینه که خب و وقت پیدا کنم، وقت سفارت پیدا کنم و این وقت سفارت انگار که یه سوزن توی انبار کاهه و پیدا نمیشه، به خاطر اینکه انقدر تعداد افرادی که دارن میرن زیادن تا سال بعدش وقت سفارت پره. و من اون موقعی که اومدم انتخاب کردم اوکی من میخوام برم مثلا ترکیه وقت پیدا کنم و اینا، اومدم یه چیزی هم که هست وقت سفارت شما نمیتونید بفهمید که نزدیکترین وقت سفارت که تا وقتی پول بدین، یعنی $160 بعد پول بدین تازه براتون باز کنه که یه جدولی که ای مثلا تو این تاریخ وقت داره. و معمولا هم تاریخایی که میدن خیلی پرت، یعنی مثلا اون سال بعد. مثلا بچه‌ها زرنگی میکنن، یعنی حتی اگه پذیرش ندارن میرن جلو جلو وقت سفارت رو میگیرن. ولی من خودم به شخص دلم راضی نشد این کارو کنم، گفتم من الان دارم جای یه نفر دیگه رو پر میکنم، پس من تا پذیرشم نیاد حق ندارم این کارو بکنم. ولی خب بچه‌ای هم هستن که میرن زودتر، حتی اگه نمیدونن میخوام برن میان زودتر وقت سفارت آمریکا پیدا میکنن. و یه سری ربات ها هست، یه سری جا از پول میگیرن و خیلی دردسرای اینجوری داره. یه سری اصلا دلال این کارن و یه مافیای این کار داره و میان پولای هنگفتی میگیرن. ولی من این کارو نکردم، یعنی اومدم خودم وقت سفارتمو که پرداخت کردم $160 که دادم، اومدم مثلا تو سال بعدش به هم وقت داده بود. دو تا آپشن داره. یه بخش اینه که شما خودتون بیان هر روز هر ساعت چک کنید این کلندر رو. یه وقتایی خیلی شانسی، یه وقتایی زودتر خالی میشه، یه نفر کنسل میکنه، همون زمان اگه شما برید میتونید اون رو انتخاب کنید. یه بخش هم هست بهش میگن اکسپدایت. اکسپدایت یه درخواستیه که شما به سفارت میرید میدین، شرایطتون رو توضیح میدین، میگی مثلا من آفرم برای بهاره، آفرم برای پاییزه، ولی وقتی که به من دادین مثلا 3 ماه بعد اونه. و میان بررسی میکنن یا ریجکت میکنن یا خوشبینانشون که اکسپتتون میکنن و تاریخ مصاحبتون رو میندازن جلوتر. که خوشبختانه برای من اون موقع رفتم واسه ترکیه، آنکارا بسته بود، استانبول، من اومدم ایمیل زدم که به هم وقت بدن و اکسپدایت هم موافقت. ولی خب مشکل این بودش که من آفری که داشتم برای پاییز بود، یعنی حدوداً پروگرامم آگست یا سپتامبر شروع میشد، وقتی که بهم دادن 29 جولای بود. یعنی من در حالت خوشبینانه اگه همونجا به هم ویزا میدادن تازه میتونستم بیام پروگرام برسم.
و حالا رفتیم و وقت رو پیدا کردیم، یه سری پولایی باید بدین که واقعا سخته، من شرایط رو میدونم، دلار خیلی گرونه و یه 160 دلار پرداخت کردم و یه 350 دلاری که به عنوان سرویس فی میگیرن ازتون. و اینجوری بودش که خب یه سری مؤسسا می اومدن این کارو میکردن، یعنی براتون پرداخت میکردن، ولی خب خیلی گرون میگرفتن، یعنی اگه دلار 50 تومن بود اونا خیلی بیشتر میگرفتن این کارو میکردن. من با چند تا از این بچهای که اینور بودن ارتباط گرفته بودم، گفتم که خب میشه تو دلار بدی، من همون مبلغشو به ازاش ایران پرداخت کنم، به هم شما رو حساب بده، که خدا رو شکر که بچه ها قبول کرد و این کار بر من که خب یه خورده هزینه های واقعا اولی خورد زیاده دیگه، اون هزینه هامو کم کرد. خب حالا اومدیم وقت رو گرفتیم و پول رو ریختیم، حالا رسید به این که خب آماده شو مصاحبه داریم و اینکه خب اون مصاحبه برام خیلی ترسناک بود، بعد انگلیسی دوباره صحبت میکردیم و اینکه بعد سری مدارک آماده میکردیم. حالا اون مدارکی که هست معمولا توی همون سایت سفارت برین مدارکشون رو میتونید خودتون بررسی کنید، ولی حالا یه خلاصه شو که بهتون بگم، این فرمایی هست که از دانشگاه گرفتیم، مثل آفر لتر، مثل ادمیشن لتر، I-20 که بهتون میدن که تاریخ پروگرامتون که یه فان دارن یا فان ندارین، اونا رو باید آماده کنین. CVتون هست، CV استادتون هست، یه ریسرچ پلنی هستش که بهتون میگه که خود استادتون آماده میکنه، میگه اصلا تو میخوای چی کار کنی توی اون پروگرامه، و یه فرمی که خود سفارت بهش میگن DS-160 که میرین اونها رو پر میکنی و SOP. و اینکه سعی کنین، یه نقطه خیلی مهمه اینجا بگم، که چیزای حساس تو سیویتون نذارین، چون اونا روی سری بهش میگن کیبورد های حساس هم. مثل بحث چه میدونم ژنتیکی یا بحثایی مثل هوش مصنوعی یا بحثایی مثل اینکه مثلا تو سازمان کار کرده باشین که وصل به دولت، اونا خب روی اینا خیلی حساسه، و سعی کنید خیلی سیف سیویتون خیلی سیف درست کنید برای اگه میرید مصاحبه. حالا رسید روز مصاحبه و خب بچه ها معمولا یه سری گروه هایی هستن تو تلگرام، حتما برین جوین بشین، هر سفارتی بچه ها گروه براش ساختن، اونجا سوالا رو میذارن، خب یه سری سوالای مشخصی داره سوالای سفارت، و اصلا تو یوتیوب هم سرچ کنی معمولا مثلا براتون میاره که چه سوالای مال اون روز مصاحبه است. و مصاحبه هم که رفتم، حالا شانس بده من همه اون سوالا رو آماده کرده بودم، تمرین کرده بودم شب قبلش، بچه‌ها صحبت کرده بودن، ازشون پرسیده بودم. آفیسری که به من خورد، من نمیدونم کشاورزی خونده بود، نمیدونم رشته حشرشناسی بود، ولی تسلط کامل داشت و کاری که ما کردیم. سوال تخصصی هم من میپرسه که احساس کنم مصاحبه دانشگاه رفتم، اصلا من گفتش که سم فسفور میخوای کار کنی یا سولفوره، من اصلا اینجوری بودم که خواهد من نمیدونم چه سمی فعلا میخوام کار کنم، پروژه مشخص نیست، میخورد استرس اینجوری گرفتم، یا اصلا میگفت رو فلان بیمار، اسم بیماری رو میگفت، اصلا من همجوری خودم مونده بودم که تو چجوری اسم بیماری رو میگفت، و میگفتش که روی این کار کردی یا حالا شانس من اینجوری افتاشم، مثلا اینا رو معمولا نمیپرسن، تخصصی توی مصاحبه سفارت نمیپرسن، فقط باید بهشون بگی که من میخوام برگردم، دلیل برگشتشون رو بهشون بگی و اینکه مطمئن شن که شما برمیگردی. و نتیجه مصاحبه 3 دسته میشه، یا که متاسفانه همونطور ریجکتتون میکنن، یه برگه زردی بهتون نشون میدن، بس اون رنگ برگه میفهمین که برگه بخش قرمز بهتون نشون میدن که خب ریجکتیم شما، بعد به من خب یه دونه دیگه هم داره که مونه درجا میشه، یعنی ویزاتون رو میمونید تو همون کشور، توی یه هفته ویزاتون رو میدیم که خیلی خوشبینانه شه، خیلی کم پیدا میشه این قضیه. یه سومی حالت رو داره که بدترین حالتش نظر من اونه که میشه پروسه کلیرنس، یعنی اینکه تو بک‌گراند چک خوردی، ما باید راجع به تو بیشتر تحقیق کنیم، و اینکه معلوم نیست ما کی بهت ویزا بدیم، اصلا مشخص نیست، یعنی ممکنه 1 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال 2 سال طول بکشه، هیچ تضمینی بابت این وجود نداره. اون برگره که دادم من دیگه همونجا داشتم قش میکردم دیگه، گفتم خب من رفتم کلیرنس، پروگرام شروع میشه، حالا باید چی کار کنم، تازه مشکلات بعدم شروع شد. و چون اگه ریجکت بشی میدونی که میتونی سفارت دیگه بری، ولی وقتی کلیرنس میری معمولا بچه ها باید منتظر بمونن تا جوابشون بیاد.
و وقتی که رفتم کلیرنس من شروع کردم با دانشگاه مکاتبه کردم، گفتم که شرط من اینجوریه، به استادم ایمیل زدم گفتم که من نمیتونم این ترم بیام و خداروشکر استادم موافقت کرد، دپارتمان موافقت کرد که من ترممو ترانسفر کنم، یعنی از ترم بهار من ترانسفر ببخشید از ترم پاییز ترانسفر کردم به ترم بهار. و میگم استادم دانشگاه خیلی منتظر من بود، بعدش همش میگفتش که این ایرانی ها خیلی ویزاشون رو بد میدن. خیلی ناراحت بودم اصلا اینجوری میگم، خیلی نمیدونم چرا شما اینجوری برخورد میکنن. ولی خب میگم این پروسه ویزا هست، اگه آمریکا تو ذهنتونه، اگه فکر میکنید میان، باید ریسک اینم قبول کنید، ریسک این که ممکنه پروگرامتون از دست بره، ممکنه که اصلا ریجکت بشه ویزاتون، ممکن وقت سفارت پیدا نکنید، همه اینا هست. ولی خب خوبی داره بدی داره و در کنارش من فکر میکنم رسیدم پایان ارائه‌ام. حالا اگه باز صحبتی چیزی بود، سوالی داشتیم؟ سلام، من یه چیزی که بگم، هم دانشگاهیتونم هم رشته ایتونم، هرچندشناسی دانشگاه تهران ارشد میخونم، ترم دو هم. بعد خیلی خوشحالم که میبینم اتون، چون که ما پایان نامه شما رو خوندیم، اومدیم برای انتخاب موضوع پایان نامه شما رو خوندیم، کارتون با دکتر طلایی رو دیدیم. من یه چند تا سوال داشتم. اینکه اولین سوال این که معدل چقدر مهمه، و یا اینکه معدل مهمه، یا مثلا نمره اون درسی که مثلا توش داریم تخصصی کار میکنیم، مثلا نمره فیزیولوژیمون، یا مثلا نمره کنترل بیولوژیکمون، یا نه فقط مثلا معدل کل مهمه، این چقدر اهمیت داره. و دومی سوالم هم اینه که مثلا الان چون که فکر کنم هم رشته میگه خیلی بهترین درک میکنیم، مثلا موضوعی که کار میکنیم، خب الان دانشگاه خیلی ساپورت نمیکنه برای کارهای مولکولی، و موضوعی که مثلا بچه ها دارن کار میکنن در سطح خیلی مثلا آپدیت نیست، و این چقدر تاثیر میذاره. و اینکه مثلا گفتین که موضوعی بین رشته‌ای، من سوالم تونتون بپرسم که بقیه هم، و اینکه گفتیم مثلا موضوعات بین رشته‌ای، این که مثلا من اگه مولکولی کار میکنم و مثلا حشره هم در کنارم روی حشره کار مولکولی انجام میدم، من میتونم مثلا از طریق این به رشته های بیو انفورماتیک مثلا وست بشم یا نه اصلا این امکان برای ما که کشاورزی هستیم وجود نداره؟ مرسی، خیلی خوشحال شدم که این نفر دانشگاه رشته‌مون هست. ببین نمره اولین سوالت، نمره معدل هر دانشگاهی یه مینیمومی داره، که یعنی میگه که ریکوارمنت این دانشگاه اینه که از این معدل دیگه پایین تر نباشه. اونو باید حتما چک کنید که داشته باشین. ولی اگه مثلا معدلتونم پایین بود، اگه حد دیگه نه دیگه خیلی بود، ولی اگه معدلتونم پایین بود، میای اونو با چیزهای دیگه پر میکن، یعنی به استاد میگه که اوکی مثلا من شاید اینجا توی حتی سی وی تون نمیای معدلتون رو بذاری، میای اون سلکتد کورس ها رو میذاری. ولی بحث دانشگاه این که معدل اگه حتی پایین تر نباشه مهمه. اونم باز میتونی مثلا اگه خیلی پایین بود با اون دانشگاه مکاتبه کنید، یه کاندیشنالی بهتون بدن، پذیرش کاندیشنالی بدن و اونو پوشش بده. ولی اینجوری نیست که اگه معدلتون پایین باشه نه نمیتونید، نه اتفاقا این یه بخش کوچیکیشه، خیلی بخشای دیگه هستش که میتونید با اون خودتون سیویتون رو قوی تر بکنید. اگه من معدلم پایینه، به جاش مثلا میام نمره زبان بالاتر میگیرم، به جاش میام مثلا میگم من این مهارت رو دارم، اینا رو میتونید پوشش بدید. و پروژه ها رو که بهتون من دقیقا درک میکنم، من خودم عجیب خودم پول دادم خیلی هاشو انجام دادم برای ارشدم. ببین کاری که اونجا داره میکنه، اینجا کاراشون پرکتیکال، این بخشی که من هستم، یعنی شاید کاراشون خیلی ساده تر از کاری باشه که شما دارین انجام میدین، ولی اومدن کار دارن با صنعت انجام میدن که خیلی عجینه با صنعت، و دارن مشکلات اونا رو حل میکنن. و اصلا فکر نکن کاری که داری انجام میدی خیلی ساده است. من با سیوی که اینجا اومدم، واو مثلا تو ارشد انقدر کار کردی.
برای ما شاید خیلی کم باشه که من چه کار چرتی انجام دادم یا چه ببخش اینجوری میگم یا مثلا این کارم خیلی ساده بود چرا مثلا من یه کار خیلی خفن تر انجام دادم، ولی همونو بجای ارشد اینجا شاید نداشته باشم مهارتشو و اصلا خودت دست کم نگیر. اون پروژه که داری انجام میدی برای اینا همون واوی که یهو دارن میگن که مثلا این کار انجام داده. و کار بین رشته ای هم ببین اینجا اینجوری نیستش که تو بعد حتما بک‌گراند اون زمینه رو داشته باشه که بخوای بری توی رشته دیگه. من هملبین یه پسر است، اون اصلا بک‌گراند شیمی بوده، الان اومده حشره شناسی. خب اینجا اصلا به این کار ندارن که حتی اگه خیلی بک‌گراند پر باشه، این که تو اون مهارت رو میتونی یاد بگیری، اون مهارت رو داری، و یا این که مثلا بگی که آره مثلا من اومدم ورکشاپ های اینجوری شرکت کردم، بیو انفورماتیک اگه میخوای بری مثلا تو اون حوزه باید از الان شروع کنی که ورکشاپ شرکت کنی، مهارت های اون زمینه رو یاد بگیری. ولی اگه مهارتش رو داشته باشه اصلا به این نیستش که مثلا بگی من بک‌گراندم اینه و نمیتونم دیگه برم، اصلا همچین چیزی رو نداره. بعد امیدوارم یه جواب داده باشم. من این دو تا از اینجا بخونم الان که نوشتن توی چت. نمره آیلتس من 7.5 گرفتم نمرمو، و اینکه خب مثلا یه سری اسکیلام خیلی نمرم بالا شد، یه سریاش نه. مثلا من توی ریدینگ و لیسنینگ 8.5 گرفتم، توی اسپیکینگ 7 گرفتم و توی رایتینگ 6.5 گرفتم. حداقل نمره بسته به دانشگاهه. یه سری نمره اصلا دانشگاه ها میگن 6.5 رو قبول میکنن، یه سری 6 قبول میکنن، یه سری دپارتمان ها اصلا میگن 7.8 رو قبول میکنیم، و اینا رو حتما باید توی اون سایت دپارتمان و اون پروسه اپلای که میریم و اون ریکوایرمنتاش برید حتما چک بکنید. ولی فکر نکنم دیگه از کمتر از 6 بشه مثلا خوش حساب کرد. معدل کارشناسی هم که یه ذره روی معدل صحبت کردم، اونقدر مؤثر نیست. یعنی میگم چیزای دیگه ای میتونید باهاش پوشش بدید. اگه معدلتون کمه فکر نکنید نمیتونید این کار انجام بدید، یه خورده کارتون سخت‌تر میشه، یه خورده برای مهارت‌های دیگه کار کنید. اون سایتی که استاد حوزه فعالیتاشون بود، من یه QS رنکینگ رو برای دانشگاه گفتم، اونم که گوگل اسکالر بود به عنوان سرچ بای پروفایل میرفتیم. اینجا بچه ها دست بلند کردن اگه میخواین سوالاتون رو بپرسین. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی ممنون. عذر میخوام در مورد زبان سوال داشتم. دانشگاه آمریکا بعضی از این مؤسساتی که اینجا هسته میگن تافل قبول میکنن، نمیدونیم ما روی آیلتس بیشتر کار کنیم، حالا اینم لطف کنید توضیح بدید. ببینید اصلا این حقه مؤسسات خیلی چیز نکنه، یعنی خودتون با یه سرچ ساده میتونید اینو بفهمید. یعنی اگه دانشگاه خاصی مد نظرتونه میره توی دانشگاه ها، ریکوایرمنت ها یا چیزای ضروری اون دانشگاه ها برای حالا مثلا پروگرام پی اچ دی رو نوشته، حتی خیلی هاشون نوشته آیلتس و تافل، یا خیلی هاشون یه دونه اضافه تر هم واسه نمره زبانهای جدید گذاشته. و اصلا به این فکر نکنید که خب این چون اینو گفته، نه همچین چیزی نیست. من برای خیلی از دانشگاهایی که رفته بودن آیلتس و تافل با هم گذاشته بود، فقط اون نمره بسته به دانشگاه ممکنه متفاوت باشه، یعنی جفتش رو شما میتونید بدید. من بسته میگم کدوم راحت تری، من خودم آیلتس خیلی راحت تر بودم بدم، بعدم رفتم سراغ آیلتس. خیلی ممنون، مرسی. بله بچه ها، آره سلام عرض کنم خدمت شما خانم آزاکمه، خانم ببخشید ترکمن. ما خیلی خوشحالم که باز یکی از بچه های قدیمی گروه و حالا سالپانی های خودمون خوشبختانه رفته یه جای بهتر از دانشگاهی، یه جای بهتر از جایی که اساتید گروه خودمون هستن توی پردیس کشاورزی، و انشالله که هر جلسه موفق باشید. سوالی که برای من بود، حالا من دوتا، یکی جنبه حالا یه مقدار شخصی تر داره و یکی جنبه عمومی تر. این که من خودم الان چون دارم دکترا دفاع میکنم انشالله خدا با شهری، و میخواستم اینم برای دکترای مجدد اقدام کنم اونجا شرایطش بهتره، حالا با توجه به اون دیدگاه شما بقولی اون
ایمیلایی که زدی، تماسایی که داشتید با اساتید مختلف، یا اینکه نه بحث پستاک بیشتر دنبال بکنم بهتر از با توجه به اینکه خب متعلم هستم، شرایط متعلم یه مقدار فرق میکنه، و اینکه یه موردم اون بحث اون ریکامندیشن هایی که از طریق اساتیدی که قطعا توی گروه ازشون یه بازخوردهایی گرفته توی گروه خودمون، ولی یکی دوتا اونایی که بولی با قول دکتر طالبی یه مقدار اصولی تر می نویسم و بهتر هستش بتونیم ازشون استفاده بکنیم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. خواهش میکنم. والا من خب واقعیت برای مثلا این موقعیتی که میگی رو نداشتم، برای پستاکم اقدام نکردم، ولی تنها چیزی که میدونم با حالا بچه هایی که اینجا صحبت کردم پستاک بودم اینه که پروسه پستاک خیلی متفاوت تر، یعنی اینجا پستاک رو به چشمه شغل دارم میبینم و شما باید خیلی رزومتون قوی تر باشه، یعنی اگه واسه پستاک میخوایم بیان دیگه به چشم دانشجو دیده نمیشه، یعنی به چشم یه دانشجو دکتر با کلی اطلاعات و کلی تجربه دیده میشه که باید پابلیکیشن بیشتر داشته باشه، مهارت بیشتری بلد باشه و رزومتون خیلی قوی تر باشه. اگه این شرایط رو دارین که آره پستاک الان دیگه نمیخواد مثلا دوباره برین این پروسه دکترا رو طی کنید، براتون خیلی بهتر. و برای پیشی مجدد واقعا من اصلا چیزی ندارم، تجربه تو این زمینه ندارم که بهتون کمک کنم که بگم مثلا اصلا به استاد نگید پی اچ دی گرفتین، یا مثلا بگید میخوام مجدد بگین خب بخور بحث ویزا و سفارت و اینا قانع کردنشون هستش. و حالا امیدوارم حالا بچه‌ای که پست بک اینجا هستن بتونم کمکتون کنم. برای ریکامم خب آره مثلا با استاد باهاش خیلی کار کردم میشناسم، مثلا من با استاد راهنمام خب خیلی اوکی بودم، میگفت دو سه تا استاد و بک‌گراند داشتم، مثلا میگفتم خب این خسته شد بهش گفتم ریکامندیشن بده، مثلا رفتم سوال کردم استاد بیمارشناسی دکتر فوتوی فرقم داد ریکامندیشن، دکتر پاشو داد ریکام، و این استادا بودن که ریکام گرفت. خب یعنی با این شرایطی که شما فرمودید، مثلا من الان خودم میگم چون خودم حالا سمشناسی کار کردم، مقاومت کار کردم، هم ارشدم بوده هم دکترام بوده تو تا، ولی خب خاطر الان بحث مسائل مالی که بود یا معمولا توی افتاد گروه هم خیلی دست به جیب نیستن، ما همین مشکلاته که مثلا خیلی با هم کار مولکولی خاصی هم انجام بدم و خیلی دقیق تر بشم توی مورد نبود، ولی خب خودم الان تقریبا دو سه سالی میشه توی حالا فیلد دارم کار میکنم و توی گلخونه‌ای که هستیم بحث کار بیولوژیکی داریم انجام میدیم، کنترل بیولوژیکی اینا رو دارم انجام میدیم، و به نظرتون بخش کار کردن توی اون بحث کاربردی هم میتونه کمک کننده باشه یا نه صرفا فقط یه بحث پیور هستش که نه صرفا فقط یه سری پابلیکیشن داشته باشه و بخوای از این طریق برای پستاک اقدام بکنی؟ میگم حالا واقعیت من خیلی اطلاعات اونجا پستاک قوی نیست، ولی میدونم که براش مهمه که پابلیکیشن داشته باشین، حالا مثلا تعدادش رو واقعا نمیدونم، ولی اینکه خب هر چی هم شما مهارت اینورم داشته باشین که براتون کمک کنن دست سیویتون رو قوی تر میکنه، ولی فکر میکنم یه بخش از درش هم پابلیکیشن متاسفانه برای پستاک. ممنونم، خیلی لطف کردین، ان شاءالله که همیشه موفق باشید، خیلی هم خوشحال شدیم که باز یک از بچهای گروهمون رفت اونجا، بالاخره باز بقیه بچه‌ها بتونن از اینجا در برن، اینا بعد بالاخره زحمت میکشن تو این گروه با این مشقت کار دارن انجام میدن بتونن که بالاخره یه نتیجه از این زحماتشون بگیرن. ممنونم، موفق باشید، دستتون درد نکنه. لطفا یک بار دوستا بچه‌ها پرسن راجع به سن و گپ تحصیلی من یه صحبتی بکنم. سن خیلی مهم نیست به نظر من، یعنی هیچ کی ازم نپرسه چند سالته میخوای با این سن 30 ساله باشی بیای، و اینکه گپ تحصیلی هم تا وقتی که بتونید اون گپ تحصیلی رو توجیه کنید، مثلا من توجیه این بود که من زبان خوندم، نمره خوبی از زبانم گرفتم، مقاله رو مثلا نوشتم و یا اومدم مثلا یه پروژه جانبی انجام دادم، تا وقتی بتونید، من حدودا میشه 5 سال دیگه، 5 سال تا اومدم اینجا گپ تحصیلی داشتم، و اینجوری نیستش که بگید من چون گپ دارم نمیتونم، همش اینه که بتونید توجیه بکنید اون گپ تحصیلیه رو، بگین که من هنوز وصل بودم به آکادمی، هنوز وصل بودم به دانشگاه، داشتم کارامو میکردم که قوی تر بشم بیام برای پی اچ دی یا بیام برای رشته دیگه. بچه های سری دستاشون بالا، آقای جمالی میخواییم سلام
وقتتون بخیر، خیلی ممنونم این همه صحبت ها و اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادین. من هم رشته ایتونم تقریبا بیماری شناسی ارشد به تازگی دفاع کردم و اینکه براتون آرزو موفقیت میکنم، چون خیلی خوشحالم میدونم پروسه خیلی سنگین و سختی رو گذروندین. دو تا سوال دارم، اینکه آزمون جی آر ای شما ندادین؟ نه. یکی دیگه هم یکی دیگه هم که خب من به خاطر اینکه ویروس شناسی بودم و خیلی سنگین تر از بچه های دیگه بیماری شناسی بود کارم، با اتفاقایی که پیش اومد مجبور شدم توی ترم آخرهای 5 و اوائل 6 موضوع پایانامم رو کلن عوض کنم، ولی خب هر کاری که انجام داده بودم، یعنی مهارتایی که یاد گرفته بودم و اگه بخوام تو سیدیم اضافه کنم و بعد در نهایت بگم خب پروژه من به هیچی نتیجه نداشت و هیچ مقاله ازش پابلش نشد، میخوام اینو بدونم که واسه هم پوهن منفی میشه، یا اینکه خب یه توجیهی داره که من کاری رو کردم و خیلی هم خوب بوده که یه چیزایی مثل کلونینگ رو یاد گرفتم، کارهای دیگر رو انجام دادم، کار مولکولی خیلی زیادی. البته خب پایان‌نامه منم موضوعش با اینکه وقت کمی بود نتایج خیلی خوبی داشت، ولی خب دلم میخواد که اون موضوعایی که اون کارهایی که یاد گرفتم و یه مانوری هم بتونم روشون بدم. خیلی ممنون میشم. من میکروفون رو قطع میکنم که شما اذیت نشید. بازم ممنونم. برای جی‌آر‌ای نه، من امتحان جی‌آر‌ای ندادم، اصلا نرفتم سمتش، خیلی برام ترسناک همیشه. خب امتحان سختیه واقعیت، ولی من توی ریکوایرمنت های دانشگاه شاید خیلی کم، دانشگاه خیلی کمی دیدم که جی آر ای بخوام، و باز دپارتمان با دپارتمان فرق داره. من برای حشرشناسی فقط یکی دانشگاه رو دیدم جی آر ای خواسته بود، ولی بقیه رو ندیدم که جز ریکوایرمنت هاش بود. اگه داشته باشون امتحان بدین که فبه ها اصلا سیویتون رو قوی تر کردی، ولی من واسهش وقت نذاشتم. اون یکی دوتا دانشگاه هم بود که اصلا ایگنور کردم، اسکیپش کردم، گفتم که نمیرم سراغش. ولی میدونم برای رشته های ما خیلی چیز ضروری نیست. به این شانسی هم که من آورده بودم خیلی تو اون زمان کرونا بود، خیلی جاها فکر می‌کنم یکی دوتا هم ویو کرده بودن، یعنی اصلا نخواسته بودن از دانشجو. و یا مثلا به یه دانشگاهی که مثلا خواسته بود اپلای کردم، من کلی نامه نوشتم که من مثلا شرطشو نداشتم، کرونا گرفتم و نتونستم امتحان بدم، یه چیزایی مثلا توجیه کرده بود. و راجع به پروژه‌تونم بگم، اینکه شما نیاز نیست که اصلا دیتیلی بدین که مثلا من پروژه‌م شکست خورد و اومدم عوض کردم و این حرفا، و این مهارت ها رو ولی اضافه کنید. مثلا بگین که من این مهارت ها رو یاد گرفتم و اگه مثلا سوالی هم داشت میتونم بیان ازتون بپرسم. فکر میکنم که دیتیل ندین که مثلا این پروژه به این حالت باشه، هیچ که شما دیتیل نمیخواد، ولی میتونید پروژهتون رو اونجا اد کنید و بگین که من توی این پروژه این اسکیلا رو یاد گرفتم. و حتی مصاحبه من که رفتم میگه من این پروژه رو انجام دادم، استادی که مثلا نمیاد خیلی دیتیل ازت بگیره که خب مثلا اینو انجام دادی، این مثلا چی شد اینجوری. و اینکه خب شاید حالا توی ارشد توقعی که داشته باشن ازتون که پابلیکیشن یا پوان مثبت حساب میشه، ولی ضروری نیست، جز ریکوایرمنت ها نیست، جز اینکه مثلا اگه میخوای اپلای کنی که من مقاله ندارم، اینجوری نیست که تو نمیتونی اپلای کنی، چون هیچ جا نگفته که تو اگه مقاله نداشته باشی نمیتونی اپلای کنی، شما این کار میکنی. ولی اگه مقاله داشته باشی خیلی پوان بهتری، و حتی مثلا اگه داری مینویسی بالاخره یه چیزی میتونید از اون استخراج کنید از اون پروژهتون، و داری میشروع میکنید به نوشتن، همون هم میتونه یه پوان باشه که من دارم مقاله هم میرسم under preparation، یه همچنین چیزی هم میتونید توی سی بیتون اضافه کنید. ولی من اگه باشم دیتیل نمیدم راجع به پروژه در اون حد که بگم عوض شده یا مثلا. خیلی ممنونم، مرسی.
راجب این که کارشناسی بیان یا مثلا ارشد، خب منظور این که ارشد بیان شانس فاند گرفتنتون به چه صورته، یه خورده خب از اون تجربیات من فاصله داره، ولی میدونم که بچه ها توی دکترا خیلی بهتر فاند میگیرن تا توی ارشد، یعنی فاندی که در دسترس برای دانشجوی دکترا بیشتره، مبلغش هم بیشتره نسبت به ارشد، ولی خب میتونید مکاتبه کنید و استادایی هستن که برای دانشجوی ارشد ممکنه فاند داشته باشن و اینا همش طبق اینه که خب ترای کنید و ببینید که اینو به دست میتونید بیارید، ولی خب میگم شانس فاند تو ارشد پایین‌تر از دکتراست، اینو در این حد میدونم. و هزینه اپلای، خب یه سری هزینه ها مثل هزینه نمره زبانه که میخوام این زبان بدین، یه سری هزینه ها مثل آزاد کردن مدرک، من خیلی دیتیل نشدم تو اینا بگم، اون زمان که من رفتم یه خورده خب هزینه خیلی یه خورده که نه خیلی پایین تر بود، مدرکم آزاد کردم، یه این بخش هستش. یه سری هزینه ها مربوط به سفارت، اپلیکیشن فی هایی که باید برای حتی همون اپلای پرداخت کنی، برای سفارت برای پرداخت کنی. من اینجا نشستم جمع ببندم که من بهتون کلی بگم چقدر میشه، چون سال به سال شرط ایران دارید میبینید چی جوری، یعنی فرق میکنه، اون دو سال پیش و سال قبل و الان خیلی فرق میکنه. و یه هزینه بلیط و اینجاست، و اگه فان داشته باشین، اگه فول فان باشین، هزینه ها تو من الان اینجا معمولا دانشجوهای دکترا بودن 25,000 تا در سال میگیرن، یعنی 25,000 تا تویشنشونه که کاور میکنه، 25,000 تا میشه هزینه زندگیشون. که تا الان خب من خوابگاه دارم زندگی میکنم، یک سال خوابگاه هستم، خیلی اذیت کننده برام نیست این هزینه که دارم، نه همینجور کاور میکنه، سیوم دارم میکنم، ولی خب یه خورده مثلا اگه بخوام از خوابگاه بیام بیرون و بخوام برم خونه جای اجاره کنم، یه خورده هزینه هم خب حالتا میره بالا، ولی اونجوری نیست که بگم اینجا اصلا بچه نمیتونم زندگی کنم، همشون دارن خوب زندگی میکنن، شرطشون اوکی، حالا خور بالا پایین هم داره، یعنی میتونید کاور کنید، هزینه ها کاملا کاور میشه. نه میگم من خودم 5 سال اون گپه رو داشتم و برای من مشکل ساز نشد، چون به اونجا آفیسر گفتم، گفتم که من داشتم زبان میخوندم، داشتم رو مقالم کارم میکرم، رو پروژم کارم، خوش شما که داشتین تحصیل میکردین، مشکلیم از این بابت نداشته، و حتی اگه مثلا کارم کردین، اگه مثلا مربوط به اون رشتتون تحصیلتون بوده که خیلی اوکی، یا حتی میتونیم بگیم من کار کردم پول الان تحصیل به اپلای هم جمع کنم، یه همچنین چیزهایی میتونید براش توجیه بیارید، حتی زمانی که بتونید گپ رو توجیه کنید برای آفیسر اصلا مشکلی نیستش. میگم همش به اون پرزنت کردن خودتون در روز مصاحبه بستگی داره و نگران کننده نیست، من خودم با 5 سال گپ الان اینجا مشکلی نیست. اینجا امکاناتش بیشتره و نمیتونم بگم اصلا سطحشون، نه واقعا نه، بچه های خودمون خیلی خوبن، کاراشون خیلی اوکی، یعنی میدونم که اگه امکانات اینجا رو هزینه که در اینجا میدم واسه ریسرچ و دم و دستگاهی که در اختیار میذارن، تکنسیانایی که دارن کار میکنن و همه رو بر بچه های اونجا بیارن میترکونن، اونجا مغزش و هوشش هست، اینجا امکاناتش خیلی بیشتر هست. و آره یه خورده وقتایی ناراحت میشن، اصلا میگم که مثلا نگاه کن من اگه ارشد میرفتم سر زمین خودم بیل میزدم، نمیدونم بذر رو میکاشتم و الان پرس به چی میکردم، اینجا اصلا من اصلا نمیرم ببینم زمین در چه وضعیتیه، خودشون میرن، خودشون میان ریپورت میدن و خب میگم خیلی ساده تره دیگه از این لحاظ. نه
پنج روز تا هر روز تعطیل هم مشکل والله من تا الان لینکدین و اینا پیام ندادم، ولی به نظرم بد نیست آدم ترای کنه. نمیتونم الان مثلا بگم من کار نکردم چجوری دیدگاهشون راجع بهش، ولی اگه استاد خودم بگین که خیلی کوله مثلا اوکیه با این کار، حتی توییتر هم بری مثلا بهش درخواست بده یا مثلا یه مسیج چیزی بدی، اوکی برخورد میکنه. ولی خب استاد با استاد فرق میکنه، بعضیشون خیلی دیسیپلین دارن و میگن که نه حتما باید پرسه ایمیل باشه. ولی خب من شنیدم بچه هایی که حتی مثلا اینجا گفتن که اگه ایمیل جواب نده زنگ بزن به استاد، همچین چیزی هم بود. ولی میتونید ریسکش رو قبول کنید که تا ترای کنید بد نیست. چرا من درس پاس میکنم؟ خیلی هم شدید دارم پاس میکنم. نه اینجا مثل دقیقا دانشگاه خودمونه، شما باید یه سری کورس ها رو پاس بکنید، آزمون جامعه دارین و پروپوزالتون دفاع کنید. و اگه استرالیا نیوز نمیرفتم خیلی اوکی بود، یعنی اصلا درس رو نداشتم، ولی اینجا من مجبورم واحد پاس بکنم. و خب خیلی هم مشابه خب چیزایی که پاس کردم، چون من بک‌گراندم دقیقا حشرشناسی بوده، خیلی چیزاش به اونا میخوره. ولی خب یه خور سختی داره، زبانشون متفاوته. کلاً همش هم اساینمنت میدن، مثلا اینجوریه که همش درس نیست، مثلا اصلا پروژه میدن بعد همه رو انجام بده. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. خواهش میکنم، مرسی. آرزوی سعادت بیشتر دارم براتون، انشالله همیشه موفق باشین در تمام مراحل زندگیتون. ببخشید من وقت بقیه رو زیاد نمیگیرم. راستش 7 ساله که به قولی میشه گفت گپ، ولی خب درس گپ نبوده. من بعد اینکه فوق لیسانسم گرفتم مشغول کار شدم، خدمتمو دارم میگذرونم آخراشه. بعد خدمت شما عرض کنم که یک حوزه فعالیتم که و تدریسم که باغبانی بوده که اشتباه کار کردم. توی پایان نامه هم روی تو پژوهشگاه بیوتکنولوژی روی دابلینگ عناب کار کردم، گیاه عناب، اونو تتراپلوی کردم موفقیت. 3 تا مقاله ISI دارم، یه دونش ایمپکتش 2.7، یکیش 1.3، یکیش هم کمتره. بعد میخواستم بپرسم که حالا زبانم امتحان دادم 96 شدم تا فعلاً، میخواستم بپرسم که حالا با توجه به اینکه مثلا سن 35 ساله دارم، البته میدونم سوالم تکراری، ولی سن 35 سال دارم، بعد صاحب کسب و کارم بودم، میتونم وقفه رو توجیه بکنم، ولی خیلی علاقه دارم به اینکه حالا مثلا دوباره بتونم تو اون فضا مثلا درس بخونم و بتونم یه جورایی یه کار بهتری انجام بدم، یه زیربنای خیلی بهتری رو بسازم. واسم بپرسم چقدر از نظر شما این پرسه اصلا توسط خود من انجام پذیره؟ آیا بهتر نیست که مثلا توسط این آژانسا و این جوجه‌ها مثلا کار کرد؟ چون من حقیقت چه بخواید مثلا آدم پیپر ورکی نیستم، مثلا آدم نیستم که بتونم یه جا بشینم، کلا همیشه در فعالیت هستم. فکر نمی‌کنم تا ایمیل زدن و اینا زدم، کارامو کردم، مقالاتمو نوشتم، ولی فکر نمی‌کنم انقدر پیگیر باشم. زحمت شو بکشین اینا جواب بدی، خیلی ممنون میشم ازت. چون خیلی بک‌گراند خوبی داری و یعنی هم مقاله داری هم که زبانتو دادی و یه جورای آماده ای. از نظر شخصی منو بخوام، من هیچ وقت نمیام به آژانس‌های اینجوری پول بدم. یه چند تا دلیل دارم به خاطرش. به خاطر اینکه من الان دارم میبینم بچه‌هایی که خیلی رزومه خوبی دارن اومدن از دانشگاه‌هایی که براشون گرفتن، که خیلی دانشگاه‌های سطح پایینی هن، اینجوری بهتون میگم. هیچ وقت اون وقت و تلاشی که خودتون روی اپلیکیشنتون میذاری هیچ وقت نمیاد یه سازمان یا آژانس بزنه، اون دنبال پول گرفتن خودش و پولای هنگفت دارم. من رفتم با خودشون صحبت کردم، دارن یورو میگیرن و بچه‌هایی که تو ایرانن دارن دلار میگیرن.
هیچ وقت من نمیام خودم پول بدم به همچین آژانسی که بخوام کار بچهای دیگر رو سخت‌تر کنم که مثلا دفعه بعد بیاد بیشتر بگیره، بگه مثلا این اینقدر پول داد دفعه بعدی مثلا من بیام هزینه رو ببرم بالا. شما خیلی خوب کار کردین، یعنی واقعا اینم یه پروسه، یه مثل پروسه که شما انقدر رفتی این پروژه کار کردین و باید براش وقت بذارین. یعنی اگه واقعا هدفتون اینه که بخواید برین و دکترا رو شروع کنین، دکترا یه پروسه خیلی زمانبریه اینجا و باید خیلی وقت بذارین. اگه الان وقت نذاری که بخوای ایمیل بزنی به استادا، اینجا اومدی با چالش مواجه میشی. من اگه جای شما بودم من همه کارامو خودم کردم، حتی تو پروسه ویزا هیچ وقت نیادم پول اضافه‌ای به کسی بدم، به خاطر اینکه شرط ایران رو واقعا داریم میبینیم و دلالا مافیایی که تو این زمینه هستن داریم میبینیم. ولی حیفه، یعنی من اگه جای شما باشم حتما وقت میذارم یه چند ماه و به استادا مکاتبه میکنم. سخت هست ولی نشدنی نیست، یعنی سمه ای که دارین حیفه. من خیلی متشکرم، زحمت کشیدیم، ممنون. لطف کرد. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم بابت وقت و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین. واقعیتش من یه سوالی که داشتم این بود در مورد ایمیل. من سال پیش اپلای کردم ولی مثلا به دانشگاه ترکینا اپلای کردم و خیلی بهتر باشه چون جواب ایمیل گرفتم، یعنی نشده که نگیرم. ولی اذیت کردم البته قبلش دو ساعت ما درگیر این بودیم که صدا و تصویر رو ببینیم. ایمیل اصلا باز نمی‌کنه. آره خدا رو شکر. من مثلا اگه بچه‌ها نشد خدا رو شکر، چون رشته خودم کامپیوتر بس خواهم بکن. ما هرچی تشکر کنیم از لطف و توجه شما خیلی کمه. این بین رشته از طرف انجمن زراعت و صنعت دانشگاه تهران من چه رو گذروندم اتحادیه انجمن علمی زراعت گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی کشور از شما تشکر می‌کنیم. نکاتی که شما گفتین خیلی شنیدنی بود و واقعا میشه گفت که کاملا دلسوزانه بود و بچه‌ها بتونن از این شانس داشته باشن مثلا ببریم برای کار خودمون. یه سوالی بچه‌ها توی کامنت گذاشته بودن این بود که در رابطه با رزومه شما بیشتر صحبت کنید. حالا من این نویدو به بچه‌ها بدم که ما دو هفته آینده در خدمت آقای دکتر قاسمی هستیم از دانشگاه فلوریدا که از دوستان خانم دکتر هم هستن. مصطفی به من میگن که ما چقدر ایمیل از کشور تو دریافت می‌کنیم. بچه‌ها خیلی دارن، تعداد زیادی دارن با استادا ایمیل می‌زنن و اون رقابت شدیدتر شده و وقتی که رقابت شدیدتر میشه باید اون خلاقیت رو اضافه کرد. و اینکه حالا میگم من چند تا مورد رو گفتم که مثلا چه میدونم تو توییتر داشتم دنبالت میگردم فلان، کارت برام خیلی جالب بود. میگم یه همچین تیتری که اولش بخوای اضافه کنی توی پاراگراف اول و بگی که من به خاطر این یهو جذب شدم که اومدم، نه اینکه مثلا من فلانی ام من یه پی اچ دی پوزیشن. و منظور از اینکه مثلا یه خور متفاوت تر و جذاب‌تر میشه اینکه یه جورایی خودتو به استاد وصل کنی که دقیقاً چی شد که داری به این استاد ایمیل میزنی. بعد یه خور متفاوت باشه از اینکه من فلانی ام دنبال پی اچ دی گذره. من خودم اینا رو نمیدونستم، این مثلا ایمیل اولی همینجوری ولی تمکنه تحمل نکنید. در جریان موفقیت شما قرار بگیم که خوشحال بشید. ریکامندیشن من اینه و خودتون بنویسید زبان خودتون با استاد. وقت شما بخیر باشه. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم. شما خیلی ممنون خارج بشین. خیلی متشکرم. کار نگهدار. خب من چند تا نکته رو خدمت دوستان عزیز که امروز در جلسه هستن عرض کنم که همطور که خدمت عرض کردم دو هفته آینده در خدمت آقای دکتر قاسمی هستیم با در واقع عنوان تغییر رزومه تخصصی برای اپلای تحصیلی که حتما این رو از دست ندیم که اگر از دست بدیم دیگه حرفی برای گفتن نیست چون ادامه صحبت های خانم دکتر هست که میتونیم استفاده ببریم. و مورد دیگه حالا تو گروه حتما باشیم. ما از خانم دکتر در طول پروگرام نمیتونم برگردم داشته باشن و تجربیتشون اگر سوالی بود یعنی تجربیتشون رو با اشتراک بذارن خیلی کم بود. بسیار خوبی هست. همچنین خانم ساره نفیسی از دانشگاه آرهوس و همچنین دکتر سوپان وردی از دانشگاه کبک هم در گروه حضور دارن که در جلسه قبلی در خدمت این دو بزرگوار هم بودیم. وبینار رو ضبط شده بله. ولی خب معلومه این است که دوستان عزیز 260 نفر فکر کنم توی گروه داریم ولی خب موقعی که ما فرقانیم تقریبا میشه گفت کمتر از 60 نفر وجود داریم. خب یه ذره
و خیلی بچه ها با رزومه قوی دارن میان، سایتیشن خیلی بالایی دارن. مثلا من یک از دوستان که اومده اینجا و پستا که الان یک ماه بعد من اومده، الان داره برای این دوستان نظر گرفته بشه که زحمت کشه مدر و اینو میتونید اقدام کنید، یعنی اصلا مشکل نداره که کی باشه. سعی میتونم حالا اگر بشه لینک رزومه خودش رو چه پابلیکیشن داشته باشین فقط در جلسه حضور. آره من دارم روی و مورد دیگه حتما در گروه حضور داشته باشین. یک مورد دیگه این هست که سمپوزیوم، دومین سمپوزیوم کشت بافت گیاهی رو ما در اگر اشتباه نکنم 6 و 7 تیر در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک خواهیم داشت که ممنون میشم پیگیری بفرمایید. اگر نیاز دارین که در اون در واقع سمپوزیوم شرکت کنین حتما ببینین حرفی که استادم به من اینجا همچه میزنه هم این درسته که پاس میکنی این موقعی که می اصلا مهم نیست و انشالله اگر بتونیم و این استرس من رو کم میکنه از طریق شبکه اینجا دانشگاه تهران خواهیم داره. این هم داره در نظر میگه خیلی متشکرم دوستان، ببخشید من سرتون رو درد آوردم و آرزوی موفقیت رو سر بزنید برای همین دوستان. و چیزی که براش من جالب بود، رزومه من براش جالب بود، این که بودش که تو با من دانشجوی ارشد کارهای زیاد باشی اینجا خیلی به نظرم یک مورد هم بچه ها دارن در رابطه با گواهی میپرسن. خب گواهی به نظر میاد برای این دست از در مورد سخنرانی ها چیز ضروری به نظر نمیرسه، ولی اگر دوستانی نیاز به گواهی داشتن پی وی به بنده مراجعه کنم، من در خدمتتون هستم.